صبح بخیر، به ولاگ آخرین امتحان خوش اومدید. بعد از یه مدتی که حسابی نیستم دیگه دارم برمیگردم، امتحانا بالاخره تموم شد. امروز روز آخرین امتحانه و گفتم که چه چیزی از این بهتر که با هم ولاگ بگیریم. ساعت 5:30 صبح با کتی بیدار شدم، کتی شیفت صبح داشت و شروع کردم درس خوندن. دیگه درسای آخرم خوندم و الان میخوام راه بیفتم برم، ولی قبل رفتن کتی به گفته که گوله رو آب بدم، چون صبح زود آب بدیم خیلی بهتره. و اومدم بیرون با این صحنه مواجه شدم. بچه افق زیبا رو ببینید، همه گوشه در نیومده. ولی امروز درس، این هفته آخرین هفته گرمه، یعنی چند بار تکرار شده فکر کنم این آخریش باشه، این آخرین هفته که 25 درجه است و اینا. دلم براتون تنگ شده بود، حالتون چطوره؟ همراه باشید در ولاگ امروز. بچه من امروز خواهید فهمید چرا این همه مدت الان نیستم و چرا انقدر کم کار شدم. خب بچه من یه همینجور دبه ها رو برداشتم دارم میریزم. این گل بعدم و بهتون نشون میدم، این گل ساعته، همینجوری میره جلو، انقدر سریع رشد کرده، نگاش کنین. خب این از این ور چی داریم؟ بیا اینم شیل و تلایی، دوست دارم به حسون. یه باد وشتی میومد، این ها چقدر دلم حسین رو میسوز داره زمستون میشه یخ میکنه. دبه روش رو بیاریم، این خیزران اینجا رو بیاریم. اینا تو ایران تو چیزا هست، توی همش بغل خیابون ما ازش زیاد داریم اینجا، ولی خیلی ازش کمه. بغل شمشادا یه دونه بچه هم خار داره هم جونه در آف بریزی توش. وای نه تو بیچته هیچی وقت من تو مثل آدم میتونم بده سلامش نمه فارسی نمیفهمه کدومو حالا آب دادن. اون ADHD زیبا داره میترکونه. کدومو آب دادم تو زشتر که میدونم. ها توت فرنگی کم دارم. خب ملکم را به لایک رو گفتم که دیگه سلام میدم بچه، دارم آماده میشم لباسامو بپوشم. امروز همینجوری که میبینید کلا اسم شاپشم شلوار رو پوشیده. دلیلش اینه که برنامه امروز شکلی که الان من امتحان بدم ساعت 9 صبح و بعدش مستقیم میرم سر کار. از ساعت 11:30 شیفت دارم تا ساعت 5 مستقیم میرم شمشیر، از ساعت 10 شام شمشیر بازی ام. خب بچه‌ها کیف کارم که مامانم برام خریده، نگاه کنین کویک سیلورم هستی که برند محبوبه و من از اینا همیشه کل زندگی بدم میام، متنفر بودم، ولی الان اصلا وارد احساس میکنم برهه بزرگسالی شدم. اینا خوشم اومده، با اینا فقط تو بم سکه کوله نمیتونم بندازم، میندازم ولی یه جوری میشه، با این خیلی راحت تر میرم سر کار. آره خلاصه این از این. اینم ظرف غذاهای امروز هم کتی برام گذاشته. اینو کشاشو دیگه رایده بودم من. آره غذامه دارم مال سر کار چیزامه. اینم لباس های شمشیر‌بازی ما گذاشتم. این تا در غذا رو میزنم تو. سیبا سو میزنیم سپرایز شو. خب این هم از این در غذا رو صاف بزنیم. مریضه خوبشت عالی عالی. این هم نوشدنی دیگه زبه. این هم گلدنده میچش بگم سوا گلدنده هر تا یه زبه خودم برسیم کنم بگیم. درسته که شهاب شمس خیلی سیس بزرگسالی گرفته، ولی باید این داستانای کول همیشه همراه باشه. اگه فکر کردین کفش مردونه و کفش چرمی اینا بپوشم، هنوز نه، در اون فکر کنم بیشتر زمان نیاز دارم و یا حتی زمان نیاز ندارم. کفش باید همیشه کول باشه. اون ملت با کاپشن دارم یه چرخن شهاب شمس با تیشرت دارم گرمه بابا نیست من گرممه. خب عکس میخوای؟ سلام خوشگله. وای سلام. وای چقدر این ارتفاع تا حالا نگرفته اونجا، ولی خب ای وای جنیمم کردم. خب صبح شروع میکنیم حالا قوی. بچه ها اینجا رو نگاه کنید،
خب شما رو نمیدونم شما رو نمیدونم، ولی من جز اون دسته از آدمایی هم که فقط شب امتحان میتونم درس بخونم و الان امتحانی که الان دارم میدم و بچه ها دیروز و پیروز برای اولین بار اصلا باز کردم راجع چی هست، یعنی که سر کلاس اصلا نرفتم یه جوری هم بفتم نرفتم، ولی حتی امتحان والپلیشت مدوله بهش میگن، مثلا میشه انتخابی، از اینست که خود میتونی انتخابش بکنی، یعنی میتونی که باید یه دونه رو واحد انتخابی داشته باشه که میتونی چیزهای مختلفی برداری. من اینو برداشتم به خاطر اینکه خب نمونه سوال ازش زیاد داشتم و اینا، من کپی هم گرفتم سر امتحانم که نمونه سوال نمیتونی ببری، ولی میتونی جزوه‌تو ببری. من همه رو کپی گرفتم، ولی مثلا اینجوری شب امتحانیم که دور مثلا پیروز 12 ساعت خوندم، دیروز تقریبا مثلا 5-6 ساعت بینش استراحت کردم، بعد دیگه شبم ساعت 12 خوابیدم، ساعت 5:30 صبح بیدار شدم، الان دارم میخونم تا الانم که یه ساعت قبل امتحانه، این یه ساعت قبل امتحانم مخصوصا توی سطح شب امتحانی درس میخونید احتمالاً بلدید، و اینی اگر نکردید این کارو بکنید، هیچ چی مثل صبح قبل امتحان نیست، قشنگ راحت 3-4 ساعت قبل امتحان بیدار شید، اصلا مهم نیست چقدر زود باشه، اون بیشترین بازده رو میده برای گرفتن نمره خوب، برای یاد گرفتن طولانی یه داستان دیگه است، ولی یه سری درس ها من نمره خوب میخواد رد کنم. من کوالیتی منیجمنت دارم میدم، میشه مدیریت کیفیت مثلا، همچین چیزی تمام من کلا 5-6 تا وارد نمیشه نمونده وعده آخرمه، و توی وعده آخر اکثرا این شکلی درس ها، یا مثلا BBL میشه اون اقتصاد و فلان و اینا، و یا اینجور چیزاست، واسه اینجور چیزا خوراکشه. شروع کنیم ببینیم چی مونده اینجا، این همه جنس ما کپی مو گرفتیم. آه تمام در آورم سلام. بریم برای آخرین امتحان این ترم بترکانیم، امتحان بعدی و ترمای دیگه برو بریم. ترمای آخر این شکلی ها ببینید بچه ها، هیچکی نیست، من نمونم برای نفع منتظر من در رو باز کنم چقدر مونده این امتحان، حتی خوب مونده یه چلو پنی دقیقه امتحان مونده، ولی اولای ترم مثلا ترم اول دوم میمدیم یک ساعت قبلش میمدیم، ولی پر بود، هیچکی نیست دیگه، همه دیگه پیر راه شدن. نو زن این چیه بچه ها؟ من راه فرار رو بینش میگم. امتحان عالی بود، عالی ها، خیلی جسمید شنگ، یه موقعی امتحان من خیلی حال میکنه، انرژی میگیره، دقیقا از اون مدلش بود، این بهترین حالت آخرین امتحان این ترم بود. گفتم بریم خونه، طبق عادت دیگه خونه برویی نیست، میرم سر کار، یه دونه ساندویچ ناگته با اینم متس نوشیدنی که کافئین داره، خیلی جواب مثلا دوره امتحان ها دارم میخوره داشته معتادش میشه. کار به جایی رسیده که دیگه غذا رو تو ماشین سر راه تندی میزنم که برسم به سر کار. بچه جاتون خالی، شکر. دلم واسه هر چی داره که پنچه دارم واسه این ساندویچ ناگتا تایم میشه. سلام علیکم بچه ها، حالتون چطوره؟ بچه سر کارم تموم شد، الان ساعت 17:23 دقیقه است، بجبه باشگاه شمشیروزی در به در دنبال جا پارک میگردم. حقیقتا کار امروز خیلی جالب بود، ولی خب من چون به کار نشستنی عادت ندارم، داشتم چند وقت پیش مامانم در پیام، من اصلا عادت تو زندگی بیشتر از 2-3 ساعت روی میز نشستم، الان 8 ساعت روی میز کردم، پشت میز نشستم 8 ساعت میشه، اصلا سیستم بدنم به هم ریخته، خیلی جالبه. بعد یه جوری که تو ذهنم اینجوری هم که من که دارم عرق نمی کنم، یعنی واقعا همه چی سر جاشه، چون کاری که میکنم معمولا عادت کردم برای درآمدی که داشته باشم بچه عرق بکنم، واسه همین
هنوز اونجوری جا نیفتاده کار برام، ولی خب خیلی کار جالبیه. من کلا توی قسمت آی تی کارو خیلی دوست دارم، جدیده، ولی خب خیلی حس خوبی داره کارش. و الانم نوبتی هم باشه، نوبت شمشیروزی. شمشیروزی اول یه مدتی به بچه‌ها گفتم تقریبا دو سه هفته که اینجا هم کم کار بودم شمشیروزی هم دیگه نمی‌رفتم. یادتون باشه توی ویدیو آخر گفتم آخرین روز شمشیروزی کودکان انقدر به مشکل برخوردیم اینجا، دیگه ازم خواهش کردن که بیام تمرین ارائه بدم، زدن به بغل جدول، چون که مربی اینجا کم داریم و خب نیاز بود که باشم. حقیقتا این صرف غذایی که کتی برام گذاشته سر کار اون یکی رو خوردم و اینو میخوام بزنم. بچه ها یه خیارام افتاد، یه ساندویچ جذاب داریم اینجا. اوف جاتان سبز بادا. اوف یا مثلا از 10 تا پیتزا گوشت تن آدم میشه ممکنه تو گشنگی یه لقمه خوب بخوره. تو این تقریبا دو سالی که مربی بچه هم تازه فهمیدم که بچه ها رو باید خیلی سریع ازشون یه مخصوصا موقع که تنهایی هستن، موقعی من تنها هم دیگه میدونن نه تنها هم دیگه میتره کنن، خیلی اذیت میکنن. اول باید یه زهر چش گرفت باشی توی قسمت ورشی خیلی راحت میشه این کاری کرد با شنا رفتن که بچه ها گفتم کمک کنه این چیز بزار بیارم بیرون کوش نکرد. بعد گفتم رفت یه گوش قایم شد فکر کرد نمیفهم جلو همه گفتم صد تا شنا بور الان صد تا شناش هم میره جدا جدا ده تا ده تا ده تا قرار بده ولی دیگه همه آروم شدن. چیزها رو آدم تجربه یادم میگیره. سلام بچه ها، من شمشوری تمام شد رسیدم خونه. ساعت پشت سرم معلوم شد همین تو ویدیو نه کلت جلوش نمیشه خون داری یا چند ساعت تو برام بخون؟ ساعت الان دقیقا 22:19 40 ثانیه. چه دلتون برای صدای خواهرم تنگ شده بود؟ خواهرم مریضه. نه صداش یه ذره مریضیه. سلام خواهر مریضیم. مریضی یه ولاگ گرفتم ساعت 5 و نیم صبح دارم ویدیو میگیرم تا الان. جالبه بچه ها بیای از خستگی خود تنها چیزی که الان واقعا به ریشارژم میکرد این لوبیا پوله نرمه. اون قربونت برم وای لوبیا پوله بچه هم زنده شدم. میشه صداش صداش گرفته صدای بم شاید بلدی بخونی ها. ما تو هم بلدی بینیم بخونی بلدی؟ بلدی ماما؟ بخون بیا بودنت هنوز مثل بارونه تازه قربونت برم. ما همیشه نگاه میکنم منتظر تکست بیاد. اینجوری از اونجا زوم میکنم اینجا که از اینجا بریم با هم دیگه گنده کن. آره بذاریم. بودنت هنوز مثل بارونه تازه و خنک و نازارومه، حتی الان از پشت این دیوار که ساختم تا دست نداشته باشم عطل و متل بهار بیرونه، مرغابی تو باغش میخونه، باغ من سرده همه ی گلاش پش مرده دونه دونه بارون بارونه بارون بارونه بارون بارونه بارون بارونه. بچه دمتون گرم که در این ویدیو هم همراه بودید. در بازگشت شهاب شمس، در رونانت شهاب شمس و خواهرش که در اوج سلامتی و هوشیاری اوج سلامتی و مرد بچه مرشم خیلی مریضه، حتی ویدیوی بعدی حالش خوب میشه.